با سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید، با قسمت 20 از سری برنامه های شکنجه و تاثیرات آن در خدمت شما هستیم. همونجور که مطلع هستید، از آغاز انقلاب 1400 در ایران بنا به شرایطی که بر جامعه حاکم بود و همچنان ادامه داره، تصمیم بر این گرفتیم که این سری از برنامه ها رو تا مدتی متوقف کنیم. اما متاسفانه به دلیل فشارهایی که جمهوری اسلامی بر خانواده های زندانیان سیاسی و خود زندانیان سیاسی و همچنین خانواده های دادخواه داره وارد میکنه و همینجور به درخواست شما عزیزان، این سری از برنامه ها رو اثر میگیریم. مطمئنن هدف از ساخت این برنامه ها کمک به همه شما عزیزانی هستش که متحمل شکنجه شدید و یا عزیزتون، اطرافیانتون در حال حاضر با شکنجه های بسیاری از طرف جمهوری اسلامی چه در زندان و چه در خارج از زندان داره به سر میبره. اما طبق روال همیشه از همه شما عزیزان دعوت میکنم که برای ما از تجربتون بگید. اگر که شما متحمل شکنجه شدید و فکر میکنید که با در میون گذاشتن تجربتون میتونه کمکی بشه به خود شما و یا سایر عزیزان، اون رو با ما به اشتراک بذارید. ما هم با حفظ حریم شخصی شما با کارشناسان عزیزمون اونها رو مطرح خواهیم کرد. با ما همراه باشید. در این قسمت از برنامه صحبت خواهیم کرد در رابطه با فشاری که بر خانواده های زندانیان سیاسی و همچنین خانواده های دادخواه از طرف حکومت وارد میشه، که همراه هستیم با سمیرا حقوقی، روانشناس و فعال برابری جنسیتی از کانادا. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. سلام، ممنونم که من دعوت کردید و خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. ممنونم. خب ببینید، با شروع انقلابی که در ایران شاهد اون بودیم، متاسفانه بسیاری از عزیزانمون رو از دست دادیم و همینجور خیلی از اونها الان در بازداشتگاه ها به سر میبرن و دستگیر شدن. خب در حال حاضر ما شاهد این هستیم که این عزیزان و خانواده هاشون تحت شکنجه های بسیار زیادی هستن. حتی بعضی از این خانواده ها از اینکه فرزندانشون آیا زنده هستن یا اینکه مرده هستن مطلع نیستن متاسفانه. برای ما از این شکنجه هایی بگید که الان خود خانواده ها، چه خانواده هایی که حالا دادخواه هستن و یا چه خانواده هایی که فرزندانشون در زندان هستن در حال حاضر دارن متحمل میشن، از این فشارها و شکنجه ها برای ما بگید. اول میخوام که درود بفرستم به همه خانواده های دادخواه، داددار و نگران بازداشتیان و همه افرادی که مبارزه کردن برای ایران آزاد و آینده بهتر برای نسل های بعدی. این فداکاری شما بسیار ارزشمنده. ببینید، ما تروما رو داریم تجربه میکنیم. ما در حین انقلاب هستیم و انقلاب برای هیچ کس بی هزینه نیست، به خصوص برای مبارزین و خانواده های اونها، به خصوص برای کسانی که بازداشت هستن، حالا چه خانواده هایی که در تحت شکنجه فرزندان، اعضای خانواده، پدر، مادر از دست دادن و چه کسانی که همچنان از سرنوشت اعضای خانوادهشون خبر ندارن. اینها ترومای به منظور آسیب و ضربه هایی که ما قرار نبوده در طی زندگیمون متحمل بشیم. اما به هر نحو در این انقلاب با وجود خب ستمکاری این حکومت، خانواده های بسیاری در این ضربه و آسیب و تروما درگیر هستند. ما باید این رو در نظر بگیریم که چه خود افرادی که بازداشت شدن در مبارزه به صورت مستقیم بودن، تحت شکنجه قرار گرفتن، چه خانواده اونها تحت تروما هستند. حالا ترومای اولیه برای کسی که به صورت خاص خودش متحمل شکنجه و آسیب شده و ترومای ثانویه برای اطرافیان خانوادهش. خب تروما
به غیر از کسانی که خب جان خودشون رو از دست دادن و حکومت اونها رو کشته، به هر ترتیبی، حالا چه با شلیک در خیابان، چه با اعدام، چه زیر شکنجه در زندان، خب اونها فرایند سوگ رو دارن طی میکنن و باید برای این فرایند سوگ هم کسانی که خب همکاران من هستن، روانشناس هستن، به اونها کمک بکنن، مددکاران اجتماعی، و خودشون هم باید این رو بدونن که این سوگ عادی نیست که بتونن به راحتی پشت سر بگذارن. همزمان که خب ما همه میدونیم که چقدر دردناک هست، ولی از طرفی کمک گرفتن برای این خانواده ها به روند دادخواهیشون هم کمک میکنه، چون میتونن با سرعت بیشتری تسهیلگری بکنن، با سرعت بیشتری به زندگی فعالانه خودشون برای دادخواهی بپردازن. ولی از طرف برای کسانی که دوره سود ندارن خوشبختانه، اما همچنان ترومایی رو دارن تجربه میکنن به واسطه اینکه فرزندانشون، اعضای خانوادهشون در زندان هستن، تحت شکنجه هستن، اونها هم به نظر میرسه که اول با فرایند تروما، اینکه چگونه این تروما رو طی می‌کنیم، باید کنار بیان و آشنا بشن و آگاهی پیدا بکنن، و از طرفی باید از کمک‌های اجتماعی، سرمایه‌های اجتماعی که دارن استفاده بکنن و بتونن هم نام عزیزانشون رو خوب بلند بکنن که شناخته بشن، هم اینکه کمک بگیرن، چه برای گذروندن این تروما، چه برای کمک گرفتن برای نحوی که میتونن کمک بکنن به عزیزانشون تا از بازداشت یا شکنجه یا بتونن رهایی پیدا کنن، یا سرمایه های روانی بیشتری برای ادامه فرآیند مبارزه پیدا بکنن. خب ببینید، یکی از فشارهایی که الان حکومت بر روی خانواده های این زندانیان داره وارد میکنه اینه که اونها رو مجبور میکنه که سکوت کنن. از حالا اونهایی که میدونن فرزندانشون یا همسرشون یا نزدیکانشون در دستگیر شدن یا اینکه تحت چه شرایطی به سر میبرن، اونها رو مجبور میکنه به این سکوت. من سوالی که از شما دارم اینه که خب این سکوت آیا میتونه کمک بکنه به خود شخص زندانی و به خود خانواده اون شخص؟ آیا این فشار رو این خانواده ها درسته که تحمل بکنن و خب سکوت بکنن، یا اینکه نه باید علنی بکنن که عزیزانشون در چه شرایطی به سر میبرن؟ از لحاظ روانشناسی کدوم یک بهتره؟ خب ما میدونیم که مسلماً از لحاظ اینکه برای نجات جان عزیزانشون باید علنی کنن، اما برای کمک به حالا روان اونها به نظر شما کدوم یک از این راه بهتره؟ اول باید این موضوع رو بگم که جمهوری اسلامی با ایجاد یک دوراهی و دوگانگی احساسی، هیجانی و اخلاقی، خانواده ها رو در اکثر موارد مجبور به سکوت میکنه. یعنی اینکه خب به اونها این قول رو میده که، یا اینکه وعده هایی میده که اگر سکوت کنید، اگر که رسانه ای نکنید، اگر که اسم عزیزان تو فریاد نزنید، احتمال نجات عزیزان شما هست. خب من به عنوان یک فرد از اون خانواده تمام همیتم رو گذاشتم برای نجات عزیزم. خب مسلما من یک شانسی میدهم به خاطر اینکه میدونم قدرت در دست افراد ظالمه، اون فرد عزیز از خانواده من تحت ستم اون فرد ظالمه و من قدرت رو در دست اون میبینم و یک وعده ای از اون فرد ظالم گرفتم که اگر سکوت بکنم عزیز من در پناه و امنیت هست. اما اول میخوام این موضوع رو مطرح بکنم که این سوء استفاده از هیجانات خانواده های قربانی برای اینکه سکوت بکنن، و جمهوری اسلامی نشان داده از سالها و سالها که پلیس خوب پلیس بد، جمهوری اسلامی چیه خوب و بد وجود نداره، همه اونها در یک سیستم فاسدی دارن کار میکنن که کاری به جز سرکوب و جنایت ندارن. پس در نتیجه اعلام کردن و علنی کردن نام عزیزان شما احتمال داره که سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی برای اونها بیاره، و حتما این گونه هست چون همه مردم همدل هستن. پس به نظر میرسه که در این دو راهی قرار دادن خودش خلاف سلامت روان خانواده
خانواده ها هست. اما از طرف دیگه خب این بار مسئولیتی که اگر من نام این عزیز خانواده خودم رو، دوست خودم رو علنی بکنم، اون رو تحت شکنجه قرار دادم، هم این فشار رو هم بر خانواده ها میگذارم و این هم خلاف حقوق انسانی و روانی یک فرده که ما اون رو در یک احساس گناه و احساس مسئولیتی برای اضافه شدن و سخت‌تر کردن وضعیت اون بازداشتی اون خانواده ها رو در این شرایط بگذارن که چنین برداشتی از رفتار خودشون داشته باشن و از این مسئولیت خودشون داشته باشن. ولی این رو من میخوام بگم که طبق تمام اخباری که از زندانیانی که آزاد شده ان، از بازداشتیان اخیر و قدیم ما داریم، کسانی که نام اونها علنی هست و سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی جامعه رو دریافت میکنن، به مراتب در زندانها تحت شکنجه کمتری قرار میگیرن به خاطر اینکه هزینه برخوردهای خشن با اون زندانیان به صورت اجتماعی بالاتر میره. و به همین لحاظ هست که من میخوام به خانواده ها این پیغام رو برسونم که این عذاب وجدان رو نداشته باشید، مسئولیت اجتماعی خودتون ببینید که نام عزیزانتون رو علنی بکنید، به خاطر اینکه این سرمایه اجتماعی و این حمایت اجتماعی میتونه در نهایت به اونها کمک بکنه که جمهوری اسلامی در گمنامی هر نحوهی که میخواد با اونها رفتار نکنه. و این فشار روی مقدار شاید ما از شانه های خانواده ها برداریم که اونها مسئولیت عذاب بیشتر نمیشن، بلکه که در راه کمک به عزیزانشون که در بازداشت هستن قدم برمیدارن. خب شما اشاره کردید به نقش اجتماع در حمایت از خانواده ها و در حمایت از خود زندانیان. صحبتتون به خود اجتماع چی هستش؟ چگونه میتونن حمایت بکنن از این عزیزان و تسکینی بشن برای حالا دردی که اونها دارن متحمل میشن و فشارها رو از روی اونها بتونن کمتر بکنن؟ واقعیت امر اینه که ما به عنوان جامعه تأثیر بسیار زیادی میتونیم داشته باشیم، اما در نهایت ما اون میزان از هیجان، میزانی از فقدان، میزانی از استراب و استرسی که خانواده ها تحمل دارن میکنن و زیر بار فشار اون هیجانات نامطلوب هستن رو ما تجربه نمی کنیم. پس اولین موضوعی که من دوست دارم که جامعه بگم و طرف مخاطب من افرادی باشن که شاید خودشون بازداشتی یا قربانی در این انقلاب نداشته اند، این هستش که ما اینو درک بکنیم که ما هیچ شناختی از رنج و دردی که خانواده های قربانیان و بازداشتیان دارن متحمل میشن نداریم. پس فقط میتونیم همدل باشیم و این همدلی خودمون رو نه به معنای ناارزنده کردن احساساتشون، بلکه با شفقت پیش ببریم. یعنی این که مثلا بگیم که خب فرزند تو به عنوان مثال فرزند تو تنها بازداشتی نیست، واقعا کمکی نمی کنه. اما اگر که بتونیم بگیم که ببین من درد تو نمیتونم واقعا با پوست و گوشت و استخونم حس بکنم، اما میتونم حدس بزنم که چه رنجی داره، چقدر استراب داره، چقدر نگران داره و من هستم، حتی اگر که فقط برای یه گفتگو باشه، گوش شنوا داشته باشیم، از خانواده ها سراغ بگیریم، باهاشون تماسمون رو قطع نکنیم و تماسمون رو ادامه بدیم، از سرمایه های اجتماعی نتورک که داریم، دوستانمون، افراد پروفشنالی که حالا روانشناسن، مددکار اجتماعین، وکیل هستن، اطلاعات قانونی دارن، استفاده بکنیم و بتونیم به این خانواده ها لینک بکنیم تا بتونن از این کمک ها استفاده بکنن. کار دیگه‌ای که میتونیم بکنیم اینه که بهشون سر بزنیم، ازشون بخوایم که با ما در ارتباط باشن و این فشارها رو با ما شیر بکنن، با ما به اشتراک بگذارن، شاید بتونیم با هم دیگه حداقل گفتگویی داشته باشیم. کار دیگه ای که میتونیم بکنیم اینه که اسامی بازداشتیانی که گمنام هستن یا اسمشون خیلی شاید تکرار نشده رو ما تکرار بکنیم، با هشتگ زدن در توییتر، در رسانه های اجتماعی دیگه ما اسامی رو بالا بیاریم که این اسامی پایین نمونه، گمنام نمونن و بتونن
خانواده ها این موضوع رو ببینن که اسامی عزیزانشون اعلام شده است و مردم به دنبال احقاق حقوقشون هستن. کسانی که دسترسی دارن به منابع و قدرت های بین المللی در کشورهای دیگه درخواست کمک برای بازداشتیان با اسامی به صورت خاص برای بازداشتیان و با روایتی که از خانواده ها و از بازداشتیان در بر اثر این رابطه با خانواده ها بیرون میاد، این روایت ها رو تکرار بکنیم و برای قدرت های بین المللی این روایت ها از شکنجه ها رو بگیم که ناارزنده نشه، فشاری که این افراد دارن تحمل میکنن و به رسمیت بشناسیم مبارزه ای که به صورت فعال این افراد کردن. و موضوع بعدی اینه که ما نباید رفتار و راه مبارزین رو زیر سوال ببریم. این ضربه آخریه که یه خانواده قربانی یا دادخواه میتونه تحمل بکنه، که اگر که بیان بگیم فرزند شما بهتر نبود توی خونه میمون، این فرزند برای معنایی، برای هدفی، برای ارزشی توی خیابون بوده و برای ارزشی که آزادی و نتیجه اون برای من و شما و نسلهای آینده من و شما قراره که شکوفا بشه رفته مبارزه کرده. پس این رو هم باید به رسمیت بشناسیم و به خانواده ها گوشزد بکنیم که چقدر راه اونها و عزیزانشون برای ما ارزشمنده و چقدر افتخار میکنیم به وجودشون. ممنون. و اینکه فراموش نکنیم که ما شاهد این بودیم مردم تجمعهای بسیار بزرگی رو در مقابل زندان ها داشتن، خب عزیزانی رو اعدام کردن و همین الان هم بسیاری از اونها احکام محاربه به اونها داده شده و ما دیدیم که مردم واقعا دریغ نکردن و حمایت خودشون رو در مقابل زندان ها نشون دادن و جلوگیری کردن از اعدام های قریب الوقوعی که ممکن بود اتفاق بیفته و این تجمعات بعضا باعث شد که بعضی از این احکام لغو بشه. پس در نتیجه خب نقش جامعه و نقش مردم همونجور که شما هم اشاره کردید بسیار بسیار پررنگه. اما شما اشاره کردید به یک موضوعی که در رابطه با اینکه خب راهی که این عزیزان رفتن رو سعی کنیم که قضاوت نکنیم و اینکه حالا سرزنش نکنیم و واقعا هم همینجوره. اما من سوالی که از شما دارم اینه که من شاهد این بودم که بسیاری از خانواده هایی که حتی فرزندانشون رو از دست دادن، اونها انوام میکردن که خوشحالن که فرزند، جان فرزندشون گرفته شده برای یک انقلابی که به زن زندگی آزادی قراره که ختم بشه. در واقع حتی عزیزانی که فرزندشون عزیزشون از دست رفته بود این گونه داشتن رفتار میکردن و برخورد میکردن و خیلی از اونهایی که الان فرزندانشون توی زندان ها هستن هم من فکر میکنم با توجه به شنیده هایی که از اون عزیزان شنیدم بسیاری از اونها به خاطر راهی که فرزندشون رفتن خوشنود هستن. این حس از کجا میاد؟ ببینید، اولا که من باید واقعا سر تعظیم رو بیارم جلوی این خانواده هایی که چنین شجاعت و چنین روح عظیمی رسیده اند که واقعا با از دست دادن یکی از عزیزان که خب مثلا من مادر یکی از کشته شدگان رو میبینم خانم سجادی که چنان با قدرت و با شجاعت بی نظیر همچنان داره گفتگو میکنه، خب خیلی این قدرت‌های اجتماعی ما رو نشون میده و زنان به خصوص نشان دادن که در این انقلاب زن زندگی آزادی چه قدرت و پتانسیلی دارن که میتونه برای این جامعه راهگشا باشه. ولی من میخوام که این نکته رو هم اینجا اشاره بکنم که ما قدرت و شجاعت این خانواده ها رو به معنای عدم سوگواری نگذاریم. این خانواده ها در راستای انقلاب به دنبال توسعه این شجاعت هستن، ولی در عین حال ما نمیتونیم انکار بکنیم که عزیزشون رو از دست دادن، سوگوارن و نمیتونیم بگیم که خوشحال هستن به خاطر این موضوع. شاید به واسطه معنا و ارزشی که آفریده است اون فرد عزیزی که در خانواده‌شون هست و خب
نامی که جاوید شده به بالند به اون فرزند یا اون عضو خانواده، ولی در عین حال سوگواری اونها برای ما قابل پذیرشه و ما هیچ قضاوتی روی این نداریم که اونها ناراحت باشن، هر کدوم به نحو خودشون سوگواری بکنن، اما شجاعت و رشادتی که دارن بی نظیره. ولی من میخوام که اینجا خواهش بکنم و از افراد بخوام که احترام بگذاریم به نحوه سوگواری خانواده ها به صورت مختلف، از همه اونها نخواهیم که صدا بلند بکنن یا شجاعت نشان بدهن، مقایسه نکنیم. هر فردی توانمندی های روانی و میزان توانمندی های رفتاری متفاوتی داره، مبارزه به نحو متفاوتی رو میتونه انجام بده و همین که این افراد همچنان دادخواه هستن، سر در گرو به سناریوهای ساختگی جمهوری اسلامی نداده اند، مبارزه است. و حتی اگر که به نحوی مثل افرادی که فعال هستن از خانواده جان باختگان صدا بلند نکنن، مبارزه رو کردن، هزینه دادن. پس ما انتظار نداریم که همه اونها مثل هم رفتار بکنن، در این حال از شجاعت و رشادت خانواده هایی که با این که عزیزشون رو از دست دادن فقط به سوگواری در خفا کفایت نمی کنن و صدا بلند می کنن و همچنان به دنبال ارزش های این انقلاب هستن، خب سر تعظیم که میاریم و احترام بسیار ویژه قائل هستیم. امیدواریم که راهشون پر رهرو باشه و هر کمکی هم که از دست من به عنوان یک روانشناس و کسانی که در راه انقلاب زمان میگذارم و دوست دارم همکاری بکنم، اگر که بر بیاد حتما ما خوشحال خواهیم بود و خوش ما به سمت این خانواده ها باز. بله، ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و همراه ما بودید. ممنونم از شما از دعوت. بله، همراه بودیم با سمیرا حقوقی، روانشناس و فعال برابری جنسیتی از کانادا. اما از همه شما عزیزان باز هم دعوت میکنم که از تجربیات خودتون برای ما بگید. اگر که متحمل شکنجه شدید یا اطرافیان شما متحمل شکنجه شدن، در صورتی که احساس میکنید که با درمیون گذاشتن تجربیاتتون میتونه کمکی بشه به خود شما یا سایر عزیزان، اونها رو با ما به اشتراک بذاریم. ما هم با حفظ حریم شخصی شما در برنامه در رابطه با موضوعات شما با کارشناسانمون صحبت خواهیم کرد. و اما همه ما همراه هستیم با انقلاب زن زندگی آزادی، انقلابی که پیروزمندانه شروع شد و پیروزمندانه هم به جلو خواهد رفت. اما فراموش نکنیم که حمایت خودمون رو از زندانیان سیاسی، کسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی تحت شکنجه هستن، فراموش نکنیم. عزیزان، اگر که شما افرادی رو میشناسید از خانوادتون، از دوستانتون که در زندان هستن و نامی از اونها برده نمیشه، نام اونها رو علنی بکنید، رسانه ای کنید برای نجات جان اونها و برای اینکه هرچه سریعتر از زندانهای جمهوری اسلامی آزاد بشن، لازمه که اسم اونها رسانه ای بشه. شما میتونید مشخصات اونها رو برای ما ارسال بکنید برای کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از طریق آدرس های تماسی که بر روی صفحه مشاهده میکنید. و ما سپاس از اینکه همراه ما بودید و ما را همراهی کردید. در انتهای برنامه هم توجه شما رو جلب میکنم به پیام خلیلی راد، روانکاو، به همه شما روانشناسان و روانکاوان عزیز در سراسر نقاط دنیا. شاد و پیروز باشید. تا دیداری دیگر، بدرود. با سلام، من سعید خلیلی راد، روانکاو در لندن هستم. دوست داشتم از این فرصت کوتاه استفاده کنم و مطلبی رو با همکاران روانشناس، روانپزشک و روانکاو خودم در ایران در میون بذارم. دوست داشتم از تمامی شما همکاران عزیز دعوت کنم که شبکه‌هایی رو تشکیل بدین که این شبکه‌ها بتونه در محلات و شهرهای مختلف خدمات روان درمانی رو در اختیار این عزیزانی که در تظاهرات ها شرکت میکنن و یا به زندان میافتن و بعد آزاد میشن قرار بده. چرا این شبکه‌ها مهمن؟ همونطور که میدونید انقلابی در ایران در جریانه و در کنار اونم جنایت رژیم داره اعمال میشه به مردم، جنایت
ماموران بسیج، سپاه و یگان ویژه، چه در خیابونها، چه در زندانها. این عزیزان زن و مردی که در این تظاهرات شرکت میکنن یا شاهد این جنایات هستن که دوستاشون، هم نوهاشون بهشون شلیک میشه، زخمی میشن، کشته میشن یا باباتون کتک میخورن، یا خودشون تمامی اینا رو تجربه میکنن و یا علاوه بر اون به زندان میافتن و مورد شکنجه های مختلف قرار میگیرن. تمامی این جنایات و خشونت ها و اعمال خشونت آمیز رژیم تأثیرات روحی روانی روی این دوستان و عزیزان داره، ولی این تأثیرات همونطور که خودتونم میدونید موقته و میتونه با کار تخصصی حتی از طریق تلفن التیام پیدا کنه و کم کم از بین بره. به خاطر همینه که الان توی موقعیت تاریخی خیلی استثنایی هستیم که اون تخصصی رو که من و شما یاد گرفتیم که میتونه برای به هم نوع خودمون میتونه کمک کنه و باید بتونه کمک کنه در اختیار عموم قرار بدیم و بتونیم کمک کنیم به نوع خودمون و با اون تخصصی که داریم که این دوستان علائم روحی روانی رو التیام بدن و بتونن زندگیش بهتری داشته باشن. با تشکر.